سلام جمعه 24 اردی 89 14 می 2010 میلادی امروز در مورد چهار موضوع صحبت میکنیم موضوع اول حادثه بزرگی است که در تمام مناطق کردنشین ایران اتفاق افتاد دست مریضات واقعا بچه های کرد خسته نباشند اتفاق بزرگی که دیروز پنج شنبه در از ماکو تا ایلام از بالای استان آذربایجان غربی تا پایین استان کرموشاه اتفاق افتاد در تمام مناطق کرد نشین کشور نشون داد که یک بار دیگه بچه های خوب کردستان پیشتاز مبارزات مردم ایران شدن در به دعوت همونطور که میدونید به دعوت تمام احزاب کرد به احزاب سیاسی مبارزات گروه های مدنی فعالین فرهنگی اجتماعی در اعتراض به اعدام وحشیانه مبارزین کرد و غیر کرد پنج نفر عزیزی که اعدام شده بودند روز پنجشنبه دعوت به تعطیل اعضای عمومی و تعطیل عمومی و یک اعتصاب سراسری شده بود در تمام مناطق کرد نشین در شهرهای سنندج، مریوان، سقز، کامیاران، دیواندره، بوکان، مهاباد، اشنویه، پیرانشه تا ماکو، بیجار، اورمیه و خلاصه از ماکو تا ایلام در همه جا با کم و زیادش مردم لبیک گفتند به این دعوت عمومی و در این اکسیون بزرگ شرکت کرد در پاره نقاط مثل کامیاران که محل زندگی معلم شهید فرزاد کمانگر بود مردم در مقابل خانه فرزاد کمانگر تجمع کردند و خیلی ها به درستی پیشنهاد کردند که از این پس 19 اردی بهشت روز شهادت این معلم شهید و سایر عزیزان روز معلم نامگذاری بشه همینطور قرد هم قرد گروه های مختلف کرد در عراق و ترکیه هم با مبارزین کرد در ایران هم کردند با تظاهرات با تجمع با بردست گرفتن عکس مبارزین کرد و خلاصه اتفاق بزرگی که افتاد این بود که مقاومت مدنی مردم در این استان های کردنشین ما به خوبی توانست که کار بکنه و خودش رو نشون بده اگرچه حکومت سعی کرد که با اعزام نیرو از همدان، زنجان و کرمانشاه از نیروهای سپاه، نیروهای بسیج، لباس شخصیها، وزارت اطلاعات بره به سراغ تاکتیک همیشگیش که ایجاد رعب و وحشت و ترس هستش اما توفیقی نداشت در پاره نقاط مثل جاده کمربندی سنندج حتی کار به درگیری رسید و احتمالا دو نفر هم زخمی شدند یا در دانشگاه اورمیه وقتی بچه ها در اعتراض به اعدام و خشونت حکومت اعتصاب غذا کردند و اعتصاب کردند با حمله به خوابگاه رو داشتیم اما علا رغم این حرکت های حکومت هیچ قدرت حکومت نداشت برای اینکه جلوگیری بکنه از پیوستن عموم مردم بخش بزرگی از مردم به این حرکت در بسیاری مغازه ها تعطیل بودن بسیاری بازارها تعطیل بودن مدارس خیلی جاها یا بچه ها اصلا نرفتن یا نیمه تعطیل بودن ادارات اگرچه به سختی میشد نرن اما در واقع اگر هم کسی رفت خیلی جاها کمکاری کردند و به حالت نیمه تعطیل بود و خلاصه مجموعا نشون دادند که در مقابل تاکتیک اعتصاب عمومی عدم همکاری و تعطیلی از دست حکومت کاری بر نمیاد اون هم در استانی که در مناطقی که حکومت بسیار خشن عمل کرده بسیار سرکوبگر بوده و صحبت امروز و دیروز نیست بیش از سی ساله که حکومت جمهوری اسلامی آنچه خشونت داشته در مناطق کردنشین ما اعمال کرده به هر صورت از همه جالبتر حرفهای آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه در جمع سپاهیان و بسیجیان استان ایلامه که ایشون مطرح کرده که سپاه اگرچه در میدون جنگ باید کار بکنه اما آمادگی مقابله با جنگ نرم را هم داره مرادشون هم از جنگ نرم مقاومت مدنی و صلحآمیز ملت ایرانه اما آقای عزیز جعفری مطرح نمیتونه توضیح بده که چگونه میخوان این کار بکنند همین مثال کردستان روز گذشته نشون میده که وقتی که مردم دست به مقاومت مدنی میزنند از نیروهای سرکوبگر هیچ کاری بر نمیاد کسی که تصمیم میگیره در خونش بشینه و نر مغازش رو باز کنه دانش آموز یا دانشجویی که تصمیم میگیره در خونه ببونه و نره به مدرسه یا به دانشگاه یا حتی در مراحل بعدی شاید در این مرحله زود باشه کارمندی که با, با هر بهانه میتونه حاضر نشه سر کارش از دست سرکوبگرا هیچ کاری بر نمیاد از اه مجموع حرکت بزرگی و تاریخ ساز و دورانسازی که در مناطق کردنشین کشور در واقع در طول سه استان کشور اتفاق افتاد چه درسی میشه گرفت به نظر من دو درس مهم که برای تمام جاهای دیگه ای کشور هم قابل استفاده است میشه بلا فاصله از این حرکت بچه های خوب کردستان آموخت درس اول اینکه حتی در مناطقی که خشونت در حد اکثرش قرار داره و اساساً حکومت دست به اعدام زده برای اینکه مردم رو بترسونه وقتی به سراغ تاکتیکی بریم مثل تعطیل کردن مغازه که ریسک و خطر مشارکت رو پایین بیاریم و نرخ مشارکت به این ترتیب بالا بره میتونیم جمعیت بزرگی رو داشته باشیم یعنی اون اصل طلایی مبارزات بیخشونت و صلحآمیز که حد اکثر مشارکت مردم در آکسیون است که حتی المقدور ریسک کمی داشته باشه به خوبی در کردستان دیده شد در واقع گروه های مختلف کرد به خوبی نشون دادند که از این اصل مبارزات بیخونشونت چقدر خوب استفاده میکنند نکته دوم اتحاد نیروهاست. هاست سارهاست که جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی سعی کرده در بین مبارزین کرد اختلاف ایجاد کنه مشکل ایجاد بکنه در بین گروه های مختلف احزاب مختلف سازمان های مختلف اما دیده شد که وقتی همه دست به دست همدیگه میدن اتحاد با هم دارن چقدر میتونه موثر واقع با باشه یعنی اون سه اصل طلایی لازم برای پیروزی مبارزات مدنی اتحاد نیروها برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت حفظ انضباط مبارزات بیخشونت این ستا دیده شد که در کردستان وقتی که اتحاد برقرار میشه چقدر خوب میتواند همه رو به میدون بره. از همینجا من به سراغ نکته دوم برم آیا نکته دوم سوالی است که من دیدم خیلی بچه ها شروع کردن بپرسن آیا الگوی کردستان پیشتازی که بچه های کردستان برای مبارزات آزادی خواهی ملت ایران در پیش گرفتن مدلشون آیا قابل استفاده برای بقیه جاهای کشور مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تمام استانهای دیگه کشور هم آیا هست؟ پاسخ این است که کاملا قابل اجراست. از حالا داره مطرح میکنن که آیا ما میتونیم برنامه ریزی هایی که برای ماه خورداد میخوایم بکنیم ماهی که ماه سالگرد انتخابات سالگرد کشته شدن شهدای جنبش سبز هستش در تهران و سایر شهرها آیا میتونیم از تجربه‌ای که در کردستان به خوبی اتخاذ شد استفاده کنیم پاسخ مثبته آیا میتونیم مثلا روز 22 خرداد دعوت به تعطیل عمومی بکنیم و یا روز سی خرداد ازای عمومی اعلام بکنیم پاسخ مثبت راجع به این درس ها و استفاده از الگوی کردستان و پیشتازی بچه های کردستان برای بقیه کشور در روزهای آینده با هم صحبت کنیم نکته سوم این که جای خالی جعفر پناهی فیلمساز بزرگ ایرانی و مشهور ایرانی که در زندان به سر میبره در هیئت داوران جشنواره بین کن دیده میشه و با فضایی که در جشنواره کن هست یک بار دیگه در سراسر دنیا مظلومیت مردم ایران هنرمندان ایران و جعفر پناهی به افکار عمومی خواهد رفت و نکته آخر اینکه آقای اکبر گنجی روزنامه نگار شجاع ایرانی شب گذشته جایزه 500 هزار دلاری کیتو مؤسسه کیتو که به نام میلتون فریدمن اقتصاددان بزرگ مکتب شیکاگو هست رو دریافت کرد و در واقع باید گفت جایزه به اکبر گنجی جایزه به تمام روزنامه نگاران بزرگ ایرانی است که از احمد زیدابادی و عیسی سرخیز و امادالدین باقی و ده ها روز جوان ماست که در زندان ها به سر میبرند تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران